خانوما مواظب باشید، اساسیه جا نذارید، همگی رو به خدا سپردین. انگار نیستن، جواب نمیدن. خب دوباره بزن. نه خیر، این یکی سماورت هم سوخت. خیال تو هم راحت شد، دلت خنک شد. حالا چیکار کنیم؟ هیچی، من که زانوم درد گرفته میشینم. یعنی کجان؟ همش تقصیر توئه. ها؟ گفتم یه زنگ بزن و بریم، گفتی نخی بی خبر بریم خوشحال‌تر میشم. بزن. چشم محتاج خانم. بفرمایید. سلام خانم، نمیدونید خانم حکیمی کی برمیگرده؟ شما باهاشون چه کار دارید؟ ما، یعنی من از شهرستان اومدم. من نمیتونم بگم. باش. تو چرا نگفتی ما فامیلشونیم؟ راستش مهتاج خانم، از اون وقتی که تو رفتی من همه چیز رو فراموش میکنم. کیه؟ من این خانم، من پدر بزرگ هستم. سلام، چرا از اول نگفتید؟ بفرمایید بالا تا تشریف بیارم.
بفرمید، خواهش میکنم. حالا چیکار کنیم بابا؟ من که روم نمیشه. باش باش. سلام آقای حکیمی. بفرمایید بفرمایید. چش. خدا رحمت کنه مادر بزرگو. دفعه قبل همش نگران سماورش بود. بفرمایید. دست شما درد نکنه بابا. خواهش میکنه. وقتی آدم 5 تا سماورش پشت سر هم میسوزه یه ذره نگرانی طبیعیه، مگه نه؟ فکر میکنم. راستش الانم که اومدم مطمئن نیستم که سماور رو از برق کشیدم یا نه. ای بابا، میخوای دروازه بگیرم؟ نه آقا جون، بذار بسوزه. فکر کنم مریمه. مشتلق داره. چی؟ چه شده به من تا بهت بگم؟ چی شده به من؟ چه شده به من؟ تو رو خدا، تو رو خدا. خیلی خوب، قسم به خدا. باز نکن یا باشه. باز نکن. خیلی خوب. باز نکن. باشه باز. باز. چه خبر مهی؟ حالا چه شده به کن؟ آقا جون. باورم نمیشه. به خدا باورم نمیشه. دخترم. مادر بزرگ. آره آقا جون، خالیه، خیلی خیلی خالیه بابا. اون اوایل همش تو خونه راه میرفتم، الان مدتیه که عادت کردم بشنم. یه وقتی خودش بود، حالا یادش. یه وقتی صداش بود، حالا تنین صداش. و همه جا جای پای محبتش. عشق بزرگترین موهبتی است که خداوند به دو نفر میده. مرگ همه چیز رو از بین میبره جز عشق که همیشه باقی میمونه. بچه‌ها از پدر و مادرشون میگیرن، تو زندگی خودشون به کار میبرن و بعد بچه های اونو. عشق پیام خداست و کار بشر میلیون ها سال اینه که پیام رو انتقال بده. مادر بزرگ در طول زندگیش به همه محبت کرده و وقتی میرفت یاد همه تون بود، مخصوصا به یاد تو علی. گفت به علی بگو همیشه دوستش دارم و ازش به خاطر قولی که به این داده متشکرم. بابا تو چه قولی به مادر بزرگ دادی؟ لحظه فکر کنید شما چطور میتونید تحمل کنید؟ همونطور که اون میتونه تحمل کنه. نمیخوام شما بمیری. خب منم نمیخوام. ولی مگه دست منه؟ باره به خدا آروم باش. چشم چشم. من قول دادم. آره قول دادم. چه قولی داده بودی علی؟
چیز مهمی نبود آقا جون. راستی چی شد که یه دفعه یاد ما کردی آقا جون؟ آره آقا جون، چی شد که یاد ما کردی؟ من همیشه یاد شما هستم، اما چه کنم؟ نگو کمال، دنیا پر شد از کمال. خیلی خوب، چی؟ بابا جان هنوز ممکنه از خواب بیدار نشده باشه. پیره مردا خوابشون کجا بوده؟ قول میدم الان از گشنگی دل زعفه گرفته. میگی نه نگاه کن کمال. دیگه چیه؟ کمال بفرمه، خواهش میکنم کمال. نون بربری ها سرد میشه کمال. دیگه نمیشنوم کمال. کمال سلام دایی جان. دایی جان گوشتون چیزی شده؟ نه دایی جان، دیگه نمیخواد بشنوه. شما الان خوابی؟ با نه. دیدی؟ سلام مریم. سلام مریم. سر کله سر پاشته رفته بربری گرفته که الا بلا پدر بزرگ باید بربری داغ بخوره با خوابه. خوش اومدی، بفرمایی. پیرمرد. فوش. گفتم پیرمرد. شنیدم. دیگه اونی که بخواد منو ببره از مادر زاییده نشده. راست میگه دیگه بعد از من چنین اتفاقی نیفتاده. پیرمرد، میخوام در یک نبرد تنگاتنگ همچین درست حسابی ببرمت. منم میخوام، اما چه کنم که نمیشه. پیرمرد، دیگه لحظه شکستت رسیده. نوچ میگم رسیده. نوچ ده میگم رسیده. چرا داد میزنی؟ خب رسیده که رسیده. من داد میزنم برای این که الان گشنمه آقا جون. نون بربری دسته یه خورده بخور. تو نون بربری دوست داری هنوز؟ دارم. شنیدی مهین؟ وای دلم برای تنگ شده بود آقا جون. از دیشب دنبال یه بهانه میگشتم که دوباره ببینم. منم دلم برای تنگ شده بود. خامم دوست داری؟ خیلی. پس بخوری. بخوری. پس چایی ما رو بیارین اینجا. ما طبق معمول میخواییم یه صبحانه مردانه بخوریم. مگه نه علی آقا؟ مردانه. ببین بابا، برای من چای لیوانی داغ. لیوانی داغ. اونم سه تا لیوان. انقدر سر و صدا کردن نذاشتم من با شما یه سلام احوال پرسی بکنم. معذرت میخوام بابا. صبحتون بخیر. نظر صبح شما هم بخیر. همش تقصیر کماله، صبح اول صبح برما به پا کرده. ضمناً امشب خونه مایید، شام قراره کمال آشپزی کنه. نه آره، نگفتم وقتی من بخوام آشپزی بکنم همگی میگی نه. راستش من دنبال صحرا به اینجا اومدم. صحرا کی آقا جون؟ صحرا اسم دختریه که ظاهراً تو دنیا غیر از من هیچ کس رو نداره و اونطوری که مادرش نوشته محتاج محبت. خب کیه؟ نوه خواهر بیچاره من. ولی تا اونجا که همه میدونن شما... چرا؟ خواهر من یه دختر داشت به اسم نرگس. نرگس برخلاف میل پدر و مادرش با یک جاشو ازدواج کرد، رفت امارات،
خواهرم وقتی با شوهرش دنبال اون رفتند در دریا غرق شدند. دیگه هیچ کس از اونا خبری نداشت تا اینکه دو روز قبل این نامه به دست من رسید. سلام بر دایی عزیزم. امروز که این نامه رو براتون می نویسم از آنچه کردم بیشتر از آنچه که فکر کنید نادم و پشیمانم. حق با شما بود. هرمز مرد لایقی نبود و به خاطر گذران زندگی دست به هر کاری می زد. ولی رفتارش با من تا زنده بود خوب بود. شاید برایم آسان تر بود که پیش خانواده‌ام برگردم اگر پدر و مادرم به خاطر من جانشون رو از دست نمی دادن. در این سالها چندین بار وقتی که گذرمان به اهواز افتاد حوالی خانه شما آمدم و شما و زندایی را با چشم گریان از دور تماشا. شما و زندایی را با چشمان گریان از دور تماشا کردم، اما هیچ وقت روی آن را نیافتم در خانه شما را به صدا در بیاورم. امروز هم اگر مجبور نبودم این کار را نمی کردم. دایی عزیزتر از جانم، 4 سال پیش هرمز هنگامی که در حال انجام یک کار خلاف بود کشته شد. با مرگش ما را بدبخت‌تر از آن چه بودیم. مدتی آنچه داشتیم فروختیم و خوردیم. بعد من برای امرار معاش کارگری کردم. 1 ماه پیش دچار مرض زردی شدم. دکترها گفتند از کبدم است و چیزی از عمرم باقی نمونده است. سهرانه می داند چه به سر من آمده است و بینوا همش نگران است. من از مردن خودم ناراحت نیستم، چون که مرگ پایان رنج و درد من است، ولی همش نگران صحرا هستم. صحرا بیگناه است، فقط او را نجات دهید. خواهش میکنم خشم و نفرین خودتان را فقط متوجه من کنید. او غیر از خدا و شما هیچ کس را نداره. وقتی این نامه به دست شما میرسد شاید من راحت شده باشم. اگر زنده بودم جلوی صحرا درباره بیماری من با او حرفی نزنید و اگر نبودم درباره من و پدرش چیزی به او نگوید. او چیزی نمیدانم. دیدار قیامت حلالم کنید. تو رو خدا صحرا را نگه دارید. تو رو خدا. بابا اگه یه ماشین خبر کنید من. آقا جون من الان زنگ میزنم شرکت، قرار ملاقات همون به هم میزنم و با شما میام. نه آقا جون تو به کارت برس. من نمیدونم با چیزایی که نرگس نوشته چه اتفاقی میفته. بهتره که تنها برم. من با شما میام. نه بابا. آقا جون من با شما میام. بهتره که یه زن با هاتون باشه. علی، عقیده تو چیه آقا جان؟ اینطوری خیال منم راحت تره. پس شما ماشینو ببرید. منم تو شرکت منتظر میمونم. هر خبری شد بهم زنگ بزنید، خودمو میرسونم. بیچاره نرگس. ایشالله همه چی درست میشه.
زنگو بزن بابا. بفرمایید. سلام. سلام علیکم. بفرمایید. منزل هرمز اشرفی اینجاست؟ بفرمایید. من دایی نرگس خانم هستم. بفرمایید. بفرمایید آقا جان. خیلی خوش اومدید. من صاحب خانوم هستم. اونا 15 سال مستأجر من بودن. چندین بار پیشنهاد کردم به آقای اشرفی که اینجا رو بخرید. ولی زیر بار نرفت. ای کاش خریده بود. بفرمایید. بفرمایید. تمام اساسیه نرگس خانومه. من چند سالی بود که اینجا نیومده بودم. ظاهراً مثل این که مقداری از اساسیه رو فروخته بودم. پس نرگس کجاست؟ یعنی شما خبر ندارید که نرگس خانوم فوت کردن؟ فوت کردن؟ بله، الان 12 روز آقا. آقا جون خواهش میکنم. آقا جون. هر حال در موقع فوت نرگس خانم فقط دخترش سهرا بالا سرش بوده که اونم متوجه نمیشه که 2 روز مادرش زنده نیست. بینوا نمیفهمیده دیگه. آخه چطوری نمیفهمیده؟ به خاطر عقلش خانم. عقلش؟ بله، مگه شما نمیدونید دختر نرگس خانم دیوانه است؟ دیوانه است؟ مگه شما داییش نیستید؟ چرا هستم؟ ولی از اون وقت که اونا ازدواج کردن رفتن من از اونا بیخبرم. به هر حال وقتی که صحرا به یکی از همسایه ها میگه که دیگه مادرش چیزی نمیخوره متوجه میشن که مرده. و تعجب در این است که هیچ کس نیومد. خدایی بود که اون روز من این طرف آمده بودم. به هر حال بردیم و دفنش کردیم. صحرا هم 8 روز بود که منزل ما بود مهمان شده بود و خانومم ازش پذیرایی میکرد تا اینکه 2 روز پیش عموش آمد با شناسنامه و خودش رو معرفی کرد و صحرا رو با خودش برد. گفت ظرف امروز فردا میاد که اساس رو هم ببره. ببینم شما از عموی صحرا هیچ آدرسی ندارین؟ متاسفانه خیر خانم. میشه وقتی اومدن اساس رو ببرن شما آدرس ایشون رو بگیرید؟ ما فردا خدمت میرسیم. ضمناً هر خارجی که شما متحمل شدیم من حضورتون تقدیم میکنم. آقا هرمز مرد بدی نبود، فقط افتاده بود تو خط خلاف. یه بارم جون من نجات داده بود و من به خاطر همین خودم رو همیشه مدیونش میدونم. و من فکر میکنم که همین کارا رو من به خاطر خودم انجام دادم. خدا همه رفتگان رو بیامرز. با این همه شما اجازه بدید حرفشم نزنید. خدا خیرتون بده. چشم، من اینجا هستم و تا زمانی که آدرس رو ازشون نگرفتم اساس رو تحویل نخواهم داد. متشکر، با اجازه شما بابا. خواهش میکنم، به خدا سپردم. خیلی خوش آمدید. نهار خدمتون بودیم. متشکر آقا، خیلی ممنون. خدا حافظ شما. خیلی خوش آمدید. آقا جون،
نرگس تو نامش چرا ننوشته که صحرا دیوونه است؟ یعنی ترسیده اگه بدونیم به صحرا کمک نکنیم؟ چرا نرگس نوشته صحرا غیر از من هیچ کارو نداره؟ چرا حرفی از عموش نزده؟ و یا چی آقا جون؟ فردا متوجه میشیم. ضمناً بهتر لطف اینا نفهمم نرگس فوت کرده. دلم نمیخواد حالا که ما رو دعوت کردن مهمونیشو خراب بکنیم. باشه بابا. باشه آقا جون. اینم فیلت. اینم اینجا. خب اینم اسبت پیر مرد. متاسفم که امشب باید طعم تلخ شکست رو بچشی. از قدیم گفتند گهی پشت بزین. گهی پشت بزین. خب آها اینم رخت. به نظر زیاد سرحال نمیای. چرا آقا جون؟ چرا؟ خب اینم از این. اینم اینجا. اینم از این. اینم اینجا. اینم از این. پس اینم اینجا. اینم چرا مات شده؟ نمیدونم. پاشیم جمع کنیم که حالا دیگه نوبت خوردن دست بله. پاشیم که غذا برای من از نون شبم واجب تره. چرا پا میشیم بشینیم بابا؟ همینجا میخواییم بخوریم. سلام علیکم. سلام علیکم. بفرمید. خیلی ممنون متشکر. دیروز پس از تشریف بردن شما عموی صحرا آمد اینجا، اساس با خودش برد. من بهش گفتم شما تشریف آورده بودید. خب خیلی قیافش در هم رفت. گفت آمده بودن اساس ببرن. خب شما که نیامده بودید اساس ببرید. اونا که مال ما نیست. به هر حال من آدرس رو ازش گرفتم. بفرمایید. خیلی متشکر، لطف کردین. خواهش می‌کنم. خداحافظ شما. خداحافظ. خوش آمدید. به امان خدا. ببخشید. آیا واقعا شما در طول این سالها نمیتونستید حالی از اینها بپرسید؟ باور بکنید نرگس و شوهرش نخواستند. ولی ما خیلی دنبال اونا گشتیم. شما حرف ما رو باور میکنید؟ هوای صحرا رو دارید؟ بله. به هر حال میخواستم بگم نرگس خانم خوبی بود. ممنون. خداحافظ. خداحافظ.
من حکیمی هستم. بله آقای اشرفی. بله من دایی صحرا هستم. به اون صابخونه زبون نفهم گفتم چون سرپرستی این بچه به ما رسیده اساسیشم به ما میرسه. میدونین سرپرستی این دختر دیوونه کار هر کسی نیست. ما نیومدیم اساسیش رو ببریم. واسه چی اومدیم؟ اومدیم صحرا رو ببینیم. بیان تو. یا الله تا اونجایی که من یادم میاد زن داداش ما برادر نداشته. من برادرش نیستم، من دایی نرگس خانومم. صحیح. میبخشین وسیله پذیرایی مهیا نیست. از وقتی این دیوونه پاشو گذاشته اینجا امون و آسایش از ما گرفته. من برای اینکه آرومش کنم چند بار مجبور شدم حسابی کتکش بزنم. البته همیشه هم ناروم نیستا، گاهی اوقات ناروم میکنم. آقای اشرفی اگه امکان داره صحرا رو بیاریدش اینجا، من میخوام ببینیمش. هر طور میلتونه. سلامت کو دختر. دایی ننت سلام کن. سلام میکنی یا پاشم دوباره استخوناتو نرم کنم؟ آقا خواهش میکنم کاریش نداشته باشین. دیوونه از خانم حالیش نیست که. خواهش میکنم چایتونو ملت کنی. حالا شما خیال دارید با این دختر چیکار کنید؟ خب چیکار میکنیم؟ نگهش میداریم دیگه. ممکنه برای اینکه خرجش رو در بیاره بذاریمش کار کنه. آخه میدونین ما که وضع خوبی نداریم، امورات خودمونم رو به زحمت داریم میگذرونیم. یعنی داداشم هم خیلی لوسش کرده، واسه همینم هست که. چه کاری؟ بله آقا. به چه کاری بفرستیش؟ ببینی آقا، من و خانمم هیچ وقت بچه نداشتیم. یعنی اگرم داشتیم خب اونا میفرستادیم دیگه. دیوونه که کار سخت نمیتونه بکنه. برو عقب دیوونه. کارش نداشته باشید آقای اشرفی. هر طور میل شماست، میترسم اذیتتون کنه. عیبی نداره. یعنی هر کی دیگه غذا نمیخوره مرده؟ منظوره چی؟ یعنی هر کسی غذا میخوره زنده است؟ فکر میکنم اینطوری باشه. پس چرا این آقاه هر چی غذا میخوره بازم مرده است؟ بازم شروع کرده دیوونه؟ از صبح تا شب کارش اینه که بگه من مردم. برای اینکه بگه زنده است دائم داره منو میزنه، ولی من میدونم مرده. استغفرالله. میخواییم براتون چند تا ستاره بیارم؟ آره خوشحال میشیم. الان شبه؟ نه الان شب نیست. روز ستاره ها کجا میرن؟ جایی نمیرن،
هستن، فقط دیده نمیشن. من که سر در نمیارم. مادرم زنده است ولی چیزی نمیخوره. این آقای مرده ولی همش داره میخوره. ستاره ها هستن ولی دیده نمیشن. تو چی میخوای بگی دخترم؟ اگه بگم کتکم نمیزنی؟ نه، من تا حالا هیچ کس رو نزدم. خب اشتباه کردی. آره اشتباه کردم. تو چی میخوای بگی؟ من میخواستم بگم چرا آدم رو فکر میکنن تو روز همه چی بهتر دیده میشه؟ یعنی اینطور نیست؟ آها، پس برای همین ستارهایی که دیشب چیده بودمشون دیده نمیشن. یکیشو برداری. چی رو؟ ولی توی دستت که چیزی نیست. نیست؟ نه. پس چرا گفتی هست ولی دیده نمیشه؟ ببینم آقا جونم، تو روزا چی کار میکنی دخترم؟ میخواییم بدونی؟ لال شو دختر. روزا ستارهایی که شبا چی دمشون رو جمع میکنم و میفروشم. اینجوری لطفاً یه ستاره از من بخرین. ستاره های قشنگ، ستاره های تمیز. همین دیشب چیدمشون. بعد پولاشو جمع میکنم میام میدم به این آقاهه. ولی این آقاهه هیچ وقت ستاره نچیده. دروغ میگه. میبینین چه گرفتاری شدیم. پاشو پاشو بردو ببرش. زود از اینجا برید. اینجا دیوونه ها آدم ها رو میزنن. برو دنبال کار دختر. چه گیری افتادی با؟ اینو براش یه چیزی بخرید. ضمناً اگر ممکنه کتکشم نزنید. خواهش میکنم، خواهش میکنم. خیلی اشکال داره. آقا جون پدر بزرگ، خواهش میکنم گریه نکنید. علتی برای گریه نکردن وجود نداره. تنها یادگار خواهرم در دست کسانی اسیره که به دیوونه رحم نمیکنن. به خاطر یه لقمونونی که بهش با کتک و منت میدن وادارش میکنن گدایی بکنه. اونم در عوضش ستاره های آسمون رو به مردم هدیه میده. نمیتونم بذارمشون که بمونه. نمیتونم. نرگس ازم خواسته که اونو در پناه خودم بگیرم، اما چطوری؟